یک روز با شهرزاد سپانلو در خونه خودش. شهرزاد سپانلو اولین بار تو گروه سیلوئت دیدیمش و آخرین بار در آلبوم جدیدش یک روز. تا حالا 4 آلبوم بیرون داده، یکیش با سیلوئت، 5 تا دوبارم خونه عوض کرده. شهرزاد؟ بله. سلام رضا جان. خوبم، مرسی. تو چطوری؟ خیلی ممنون. خوش اومدی. همیشه واقعا در خونه تو میشه باز. اشکالی نداره. هوا خوب جریان میاد. بله بله. خب خیلی ممنون که گذاشت بیام خونت و ببینیم که خونم حسابی شلوغ بوده. آره ببخشید، مثل هر روز. چیکار که حساب یعنی بردیم بچه ها رسوندیم مدرسه. آره ولی خب صبح که پا میشن دیگه حسابی شلوغ میکنن و اثراتشون هم اونجا هست. این فیل مورد علاقه کیه؟ این فیل مورد علاقه لیلی، دختر 7 سالم. حتی ما عکسشو ندیم، آره یه جبه عکسشو بتیم پیدا کنیم. هست در دیوارا هستش عکسش. حتی نقاشی هم که شاهکار. فکر کنم قشنگ میخوره به درد دیوار. خوبای اطراف ماهی هم که توی و باباشون رو اینجا خیلی آشناست. کتاب خونه خیلی ای گفتی؟ کجا ما دیدیمش؟ چاخان هم نمیتونم بکنم. بفر مرز اصلی ویدیوی ما. آره به هم نمیرسیم ما، چاره ای جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده از دیگه جای گله نیست. نوازش تو حک شده رو شرم گونه های من، اسم تو حرمت منه، یه جدای من بهشتی آقه. این که باز از گونه تو بگذره، لبای بیقرار من به با بوسه میزنه. به هم نمیرسیم ما، چاره اینجا فاصله نیست، عهدیه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست. به هم نمیرسیم. چرا این ویدیو رو دیم با فرماز هستنی؟ همکاری که چی شده که چطور شد که با فرماز کنیم؟ تو فیسبوک براش پیغام فرستادم، گفتم که شما دوست داریم با هم دیگه همکاری کنیم، اونم خیلی استقبال کرده. آره بعد خلاصه این آهنگ ما رو، یعنی در فکر وقتی هم داشتیم درست می‌کردیم و شعرش رو نوشتن و آهنگ و اینا، همیشه فرماز اسنانی تو فکرمون بود. به هم نمی‌رسیم ما، چاره‌ای جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده دیگه جای گله نیست. به هم نمیرسیم ما، چاره جز فاصله نیست. حتی برای ما اون کتاب خونه که اونجا هست جالبه، عکس جان لنون. عکس جان لنون هم یکی از، یعنی باید بگم بوت من جان لنونه، ولی خب یه مقدار از عشق من شعرهای ایرانیه. درسته. و پدر خودت هم بله. مثلا کتابای بابام اینجاست، محمد علی سپاندو. میتونم ببینم؟ بله. این کتابی این مثلا یکی از کتابی که راجع به شما چشم خوب نمیاد. نه این یکی از کتاباشه، ولی مثلا این یه مجموعه شعره از بابا، فیروزه در غبار، که با هم دیگه روی چند تا آهنگای مختلف کار کردیم در این چند ساله از راه دور. جالب بود. یعنی توضیح دادن که کدوم شعرها رو مثلا خوبه برای کار خودت. نه این پایینش نوشته توی این صفحه یه شعرهایی هست که ممکنه مناسب باشه برای کار خودت. آره آره خیلی. و خب توی همچین خانواده بزرگ شدن، خب قطعا خیلی
تأثیر داشته توی انتخاب شعرت و اصلا چه چیزایی بوده از این دوران توی حالا مامان منم نویسنده است و شاعر، مادرم فاطمه نوریالله فمینیست، میدونی یعنی خب خیلی اینا تأثیر میذاره روی دیدگاه من. سن 5 سالگی مامانم خیلی تشویق میکرد که من شعر بنویسم، میشستیم رو تاب و من شعرها رو میگفتم و مامان مینوشت. و اتفاقا یه داریش؟ چیزه، یه کتابی هستش که از بچگی مثلا این خیلی دیگه قدیمی شده، این مال سالها پیشه. اولین شعری که گفتم چشمهای آبی، حالا من نمیدونم چرا چشمهای آبی، آبان 57 57 چشمهای تو آبی است، من میخواهم چشمهای تو را غمگین ببینم، من دوست دارم گلها را بچینم. خشک. از اون موقع غمناک بوده. آره غمناک و دردناک. خط خودته؟ خط بچگی منه. شبیه کوفی البته. ما در خونمون خیلی شب شعر داشتیم که شاعرای خیلی بزرگ کشورمون مثل هوشنگ گلشیری، احمد شاملو، خیلی های دیگه میومدن، سیمین بهبهانی میومدن خونمون رو دور هم جمع میشدن، بعد شعراشون رو میخوندن. و برای تو چطور برای دختر کوچیک؟ خیلی جالب بود و من خودم هم شروع کردم شعر گفتن. و ادامه میدی شعر نوشتن رو؟ به انگلیسی. جدی؟ نمیتونم، برای اینکه میگم من تمام تحصیلاتم رو به حال اینجا گذروندم. که رشته جامعه شناسی UCLA جامعه شناسی خوندم. خب از این مجموعه شعرهای خودت مادرتون و پدرت انتخاب کردی که خونه حتما دیگه چند تا همکاری با هم دیگه کردیم و داشتیم با مامانم پرتو نوریالا. بله در دو تا آلبوم اولم چند تا آهنگ ازش دارم. شعری بوده انتخاب کرده باشی؟ یکی از کتابایی که من داد اسمش بود قایق سواری در تهران و این آهنگ بلوار میرداماد توی اون بود، شعرشون تو بود که اولین شعری بود که من و بابا با هم دیگه روش کار کردیم. چه جفا اون طرف زندگی میکنی شما؟ نه ولی بابا خاطرهای خیلی خوبی داشت از من. از بیشه های گیلان، گنبد های سپاهان، از کوچه های شیراز تا تش های اهواز، لبخند های شیری بله. الان ما تو انسینو هستیم، محل زندگی جدیدت. بله و این هم قسمت مهمی از خانواده هست دیگه. خونت سعی میکنم اگه وقت باشه میخواد چای؟ من چای اینجا چی داریم؟ چای براتون درست میکنم. من یه خورده از این معطرها نباشه فقط. چی فهم کنی؟ من معطر بایم نداریم. همه خوبه، همه خوبه. آره. خب خوانندگی خودش خیلی وقت می‌بره دیگه، می‌دونی بعد ویدیو درست کنی، آهنگساز. من باورکو می‌دونم. آره می‌دونی خیلی وقت می‌بره. بعد دو تا هم دختر داری؟ دو تا دختر دارم ماشاءالله، شیطون. آره مثل پسر. همسر چه شاید کمک می‌کنه؟ چطوری آشنا شدین؟ چون چند سال دو تایمون UCLA می‌رفتیم. دانشگاه هم تو لس آنجلس. درسته. من جامعه شناسی می‌خوندم و اون پزشکی. اسم شوهرت امیره. کدومی که از این آلبومات همزمان با مادر شدنت بود؟ من خیلی سخت‌تر بود توی دارو. 1001 شب. که آره درست قبل از این بود که بچه اولم بیاد. و مثلا این وقفه‌ای بعضی وقت طولانی بود. دیگه بعد از 1001 شب تا این آلبوم آخرم یک روز فاصله طولانی بود که در بینش آلبوم به اسم تو که این آهنگای فرانسوی و انگلیسی هم توش بود. اونو واقعا برای عشق یعنی برای دل خودم خوندم. آره. ولی به هر حال آلبوم هستش. و بعد یک روز که دیگه آره دیگه همه بچه‌ها هستن. بچه‌ها هستن و اتفاقا یکی دو تا
از آهنگام هم میدونی مثلا بیشتر راجع به خاطرهای بچگیه، ولی یه جوری وصل میشه با همین که خودم بچه دارم و اینا، برای اینکه الان واقعا میفهمم، درک میکنم بچه ها رو، یاد بچگی خودم میفتم. مثلا توی آهنگام هم از جمله از من تا من مثلا راجع به بچگیم، و اولش همین آهنگ مثلا از صدای بچگیم استفاده کردم، یه قطعه رو خوندم وقتی مثلا فکرم 4 سالم بود، جدی و ضبط کرده بودیم. کرده بودیم و اول آهنگ. خیلی هم میپرسن این دختر دیگه داره میخونه، میگم نه خودم. چایمون رو داره؟ چای خود طول میکشه. میگه شما چای رو دوست دارین خیلی چیز باشه دیگه، تلخ باشه، تلخ باشه، دقیقا. جدی باشه، باید ضبط بکنی. آره. دویدم و دویدم به آدم ها رسیدم، چه چیزایی که دیدم، چه حرفایی شنیدم، ساکت یه فریاد، عشق و شکفتن و انتظار، قهقه خنده یه نوزاد، تو دل خسته یه مسافر، امید قرار یه خونه، رو تن زخمی یه شاخه، مرهم سبز یه جوونه، دونه ای که قد یه دنیا بود، عروسکم و جا گذاشتم، یه روز قشنگ آفتابی با تو کوچه ها گذاشتم. تاریخشت از طریق اینترنت کشف کنیم، حتما رسی بذاشم برات، این آلبوم ها هم گذاشتم که نمیدونم برای آرشیوه. آره آشوه بیویسه تا هم میخواین. ولی اولین آلبومی که دادی بیرون خب اینا نبوده. آره آره با گروه سیلویت بودی. با گروه سیلویت بودم، من بودم و مهرانا و شرابه. خورشید خانوم که این کار شهبار شبپره بود که گروه دختر میخواست درست کنه و فرزین فرهادی، اولین گروه دختر ایرانیه. آره. و من اتفاقی درست بعد از UCLA فارغ التحصیل شدم، با این بچه ها توی مهمونی آشنا شدم. بعد از اون مهمونی بود که دور هم میشینیم و مثلا آخر شب هر کی آهنگی میخونه و اینا، منم یه آهنگ خوندم، بعد اینا گفتن که ما میتونیم با صحبت کنیم، صدا تو دوست داریم و یه همچین پروژه‌ای داریم. رفته ها رو بیدار کن، بذار ببینم تو آسمون میتابه خورشید خانم. من بعد از اون رفتم دیگه، جدا شدم دیگه از گروه. آره. که هر ستامون یعنی از گروه اومدیم بیرون. چی باعثش شد اصلا؟ جهتی که آهنگا میرفت فرق میکرد و من نمیخواستم ما اون کارو بکنیم، میخواستیم خیلی تجاری بشه. اونا میخواستن ولی قصه ما رو آلبومش رو دادیم بیرون سال 2000، یعنی سال 2000. مثلا 4 سال بعد از گروه سیلوئت. حدود 4 سال. آره. چه حوادثی در این مدت؟ من ازدواج کردم و یه خورده زندگیم سر و سامون گرفت. بعد خب خیلی علاقه داشتم به خوندن، هنوز خیلی حرف واسه گفتن داشتم. میدونی هنوز خیلی خاطرهای خوبی از و ناگفته از ایران داشتم در اون موقع، و خیلی هم درد و رنج و غم خیلی زیاد بود تو من.
هزار یک شب یه لحظه میشه. آره. همین جان چیزی میخوای بگی؟ گاهی وقتا مثلا گوش میکنی بعدا میگی بعد اینو میگفتی یا نه؟ آلبوم اول اعتراض رو صحبت نکردیم. آه اعتراض، آره آره اون مهمه. شعرش هم از زویا زاکاریانه. راجب سختیایی که آدم که ماها خارج از کشور میکشیم و به نظر میاد که زندگی ها مفت دیگه خیلی عالی و لوکس و اینا، من میگم که اینجوری هم که فکر میکنی نیست. آخ با شما رو قبلیته؟ نه اینو در حقیقت ما تو خونه فرزین فرهادی دیگه. روحیت چقدر تو آلبومات عوض میشه؟ عوض داره میشه، یعنی آهنگا الان خیلی دارم میرم به سمت عشق و نوستالژیا و خاطره و یعنی یه کاری باشه که حرفی واسه گفتن داشته باشه، میدونی؟ و به صدام هم بخوره. من خودمو در درجه اول یه خواننده میدونم، نه اینکه حالا یه نفر که بخواد یه راجع به مثلا مسائل سیاسی صحبت بکنه. به آلبوم بعدی هم هزار یک شبه دیگه. هزار یک شبه، بله، که اونم کارای خیلی آسونه. مال ما اصلا خوشی مشکل رو جلده رو باز کردن، این ناخون میخواد و اعصاب میخواد. خب این هیچ وقت باز نمیشه. هزار یک شب خیلی دوست دارم این آلبومو، خیلی آهنگای خب متفاوتی توشه، ولی یه سردرگمی هم توی این آلبوم هستش. چرا؟ یعنی دارم دنبال خودم میگردم جدی و یه جورایی هم تو سبک آهنگ هم توی آره بشه بشه. و یک روزم یا کار آخره و این از همه برای من عزیزتر و نزدیکتره. آره. خب مثلا چون جدیدترین کارت هم هست که با روحیات چند سال گذشته میاد. آره. حتی موت اینجا خیلی کوتاه است. ببین با وقتی ما خانما مامونو کوتاه میکنیم انگار ترسمون رو داریم میذاریم کنار. میدونی و یه حالتی بود که سر موزیک هم گفتم ببین من دیگه نمیخوام بترسم و فکر کنم حالا کی از چی خوشش میاد. آخرش بعد خودم بکنم راضی باشم. بس برای دل خودت اینو خوندی. آره. و کارام بیشتر فرزین فرهادی دوباره. فرزین فرهادی بیشتر رو این کارا بله بیشتر آهنگا رو اون نوشته، ولی با آقای مهدی زنگنه با شاعرای از جمله آقای یغما گلرویی که اون هم تهران زندگی میکنه، یه روز تو تهران رو شعرش رو نوشته. یه روز تو تهران بارون میباره، گرد و غبار رو میشوره از رو دلای مردم. یه روز تو تهران بارون میباره، بارون بوسه، بارون لبخند، بارون گندم. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز که ابری تو آسمون. آره فیسبوک رو ببینیم چی به چی گفته. مثلا فن پیج دارم تو فیسبوک که مثلا کار جدیدم با دنگ شو رو. آره با در حقیقت یه بازسازیه از یه آهنگ قدیمی که کوروس سرهنگزاده خونده بود و ما این آهنگ رو توی اله با هم دیگه ضبط کردیم و الان هم پخشش کردم، خیلی هم مورد استقبال قرار ویدیو میشه؟ ویدیوش که در حقیقت ویدیوش در راهه. ترانه عاشقی نگر شد افسانه، که مانده تنها به جا نشان پروانه. در این زمانه چه کردم ای ماه من تو این چنین سرکش، به هر زمان میکشی مرا به صد آتش. به یک بهانه به دامن این آسمان خدا یک ستاره ندارم. آره. از این باغچه خیلی خوبه، برای بچه ها خوبه دیگه نه؟ برای باشا. همه خوبه. آره؟ گل و اینجور چیزا برای روحیه همه ما خوبه. واقعا میتونی بیاین تو روز اصلا میای باغچه کاری بکنی؟ دوست دارم بشینم خود مدیتیشن بکنم. آره.
بهتره که دستت اینجوری باشه، باز باشه اینجوری. میشینی به یه لغت فکر بکنی یا چشاتو ببندی به یه نقطه خاصی، همین که تو سعی کنی یک لحظه افکارت رو ساکت بکنی. کفتر دستت هم بالا باشه اینجوری. من دارم یه جاده رو میبینم که با هم تو ماشین نشستیم و داریم میبینم به طرفش، و من یه ساندویچ دارم میخوام چون دارم از گشنگی میبینم و ساندویچ هم داری میخوری دقیقا، بعد میرسی به این محلی که داری با یک ادک میخونی. اینا چیه؟ شما علم غیب داریم؟ شکردم ای ماه من تو این چنین سرکش، به هر زمان میکشی مرا به صداتش به یک بهانه مدام من. این آسمان خدا یک ستاره ندارم. خب اینجا استودیویی که دارن تمرین میکنم برای سان فرانسیسکو، کنسرت سان فرانسیسکو، و فرزین فرهادی هم که از دیگه چهره‌های آشنا و سرشناس موسیقی ما هستش در این وردونه در لس آنجلس آمریکا. یه دارم آماده میشه آقا. پس داریم تمرین میکنیم روز؟ داریم تمرین میکنیم برای سان فرانسیسکو اصولا. آها اصولا. اصولا داریم تمرین. کنسرت به خصوصی دیگه نه؟ بسیار به خصوصه، چون توی جاز کلاب خیلی خوب تو سان فرانسیسکو. آشنایید با شهرزاد از چطوری شروع شد؟ چطوری با هم کار کردید؟ من فکر میکنم طرف های سال 1995-96 بود که آره با گروه سیلوه شب پره گروه سیلوه تو درست کردیم. از اونجا با شهرزاد آشنا شدم. در عرض 10 سال گذشته 3 تا آلبوم کار کردیم دیگه. و همیشه جهت کار من شهرزاد همیشه قسمت اصلیش، ریشه اصلیش اشعار بودن. چه آهنگایی رو ما انتخاب کردیم؟ بیشتر از آلبوم اول و آلبوم دوم، آلبوم قصه ما و آلبوم آخر که یک روزه بله. پس زیاد مزاحم نشیم، آماده بشیم برای کنسرت تمرین شروع می‌کنیم. خیلی ممنون. شما اومدن نجات دادید. متشکرم. با شهرزاد سپهری در لس آنجلس که دارن آماده میشن برای کنسرت سان فرانسیسکو با گروهش 3 تا آلبوم خود اجرا کنیم. من نفسم گرفت. برای ادامه این سرنوشت میرم از شهر فرشته های زشت، شهری که تو دود کینه ها گمه، لب آدماش چه بی تبسمه، توی دست هر دقیق خنجره قنچه یه ترانه جا پروره. از قربتی به قربتی وقتشه که سفر کنم، وقتشه این آواره رو دوباره در در کنم، وقتشه جا بذارم خاطره های تلخم، وقتشه از اینجا برم، وقتشه که خطر کنم. چطور بود تمرین؟ خیلی خوب بود. آره راضی بودی؟ آره خیلی راضیم. آهنگ به خصوص انتخاب کردی برای سان فرانسیسکو؟ ما فقط فرم آهنگا رو بیشتر به صورت جاز درآوردیم. می‌دونی یعنی تنظیمش رو و یعنی با گروهی هم که هستیم خیلی بیشتر داریم اون وایب، اون حس جاز رو بهش میدیم. و چون که به هر حال توی یوشیز جاز کلابه، می‌دونی خیلی کلیدیه توی آمریکا، خیلی اساسی. خیلی 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 شناخته شده است. و این یه روز با شهرزاد سپهری و در لس آنجلس، بقیه‌اش در سان فرانسیسکو داره اتفاق میفته. یک شب در سان فرانسیسکو. تازه روزم که بیاد تو تمیزی مثل شبنم، مثل صبح تو، مثل مخمل ابری، مثل بوی علفی، مثل اون ململ مه، نازکی اون ململ مه که رو عطر علفا، مثل بلا تکلیفی، هاج و واج
مونده مردد میونه، موندن و رفتن میونه، مرگ و حیات میونه، موندن و رفتن میونه، مرگ و حیات. ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میونه جنگل تاغم میکنه، ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه.